روایاتی که خوندید رو، حالا بخشی از روایات رو، حالا منابع مطلع هستید، اصلی ترین منابع در نزد شیعیان کتب اربعه هست و مستندترین روایتشون در این کتب است. ما بخش دیگری از روایات رو داریم که در اوصاف حضرت ولی عهد و حضرت مهدی میفرمایند که حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند امام زمان از خود مردم بر مردم سزاوارتر است و پدران و مادرانشان برای آنها بیشتر محبت دارد نسبت به مردم. ما روایات زیادی داریم در رأفت و رحمت و محبت حضرت ولیعهد و ایشون نسبت به مردم بسیار رؤوف و مهربانند. چرا در انعکاس همین روایات که از منابع شیعه میفرمایید این روایات رو نمیفرمایید؟ و در بخش دوم هم عرض کنم منظرتون که روایات زیادی هم در همین منابع از سنت هم وارد شده که فردی از اهل بیت علیه السلام که فرزند امام حسن عسکری هم است و در سامرا هم متولد شده است، او به عنوان منجیس و امام مهدی در منابع اهل سنت اهل اصول فی ذریت الجزت البتول این کتاب هم در نزد اهل سنت هم این روایت وارد شده. از این روایات هم میشه بهره برداری کرد. من کلیات میخوام عرض کنم منظرتون. چرا میرید سراغ روایاتی که شاید در منابع بیشتر بزرگان شیعه همین روایات مقبول نیستن و ضعیف هستن و بیشتر میرید سراغ مطالبی که میتونید تردید ایجاد کنید؟ خودتون مطلع هستید اصل وجود مهدویت و منجی رو منابع اهل سنت به شدت قبول کردن. صرفا در موضوع اوصاف این حضرت مهدی هست که شما دارید روایاتی رو میفرمایید که ترس و واهمه ایجاد کنید از این امام. امام زمان در نگاه ابن کثیر در البدایه و النهایه میفرماید ولا شک ان المهدی الذی هو ابن المنصور ثالث خلفاء بن العباس ليس هو المهدی الذی وردت احادیث المستفیضه به ذکره. ایشون میفرماید که امام زمان فقط یک ببخشید آقا عباس بخاطر اینکه از بحث خارج نشیم، ما در بحث این که حالا یه مهدی خواهد اومد اهل سنت این ما حرفی نداریم و میگیم که هیچ اشکال نداره. این صحبت ما مثل همین شخصیت حضرت علی است، یک شخصیتی که شما معتقد هستید و یک شخصیتی که اهل سنت. بعد مهدی که شما اصلا معتقد هستید اصلا وجود نداره، تولد نیافته است، نه شیعیان اون زمان دیدن میدونستند، شیعیان دچار اختلاف و تحیر شدند، 13 فرقه شدند، فقط یک گروهی اومدن اونو علم کردند، گفتند که نه دیدها پنهان هست، تموم شد. ما بحث در این داریم که این مهدی که الان در این کتاب ها اومده و دائما برای آن تبلیغ می شود، این مهدی نیست که از ذریه محمد مصطفی باشه. این مهدی که این کتاب ها معرفی می کنند کسی است که میاد حکومت یهود رو تشکیل میدهد، میگه در دولتی که ما تشکیل میدیم دیگه جایی برای دشمنان ما نیست، بعد این کارها رو انجام میده، کتاب جدید میاره، قضای جدید هست، حکم آل داوود هست، یاران او یهود هستن، عصای موسی داره، تابوت آل موسی و آل هارون داره، بعد اون سنگی که موسا داشت علیه السلام با 12 چشم ازش میاد اون همراه، یعنی کل چیزش مشخص هست که سازندگان این روایت ها و این مهدی که میاد و به این اهل بیت نسبت دادن این صفات داره که این مهدی، مهدی اسلام نیست، مهدی مسلمان ها نیست، بلکه همون کسی است که یهود معتقد هست و منتظر هست که منجی اونها میشه، قتل میکند، خونریزی میکشد با مسلمان ها، با اهل سنت اصلا مسلمان رو میکشه اما با یهود و نصارا مصالحه میکند، صلح پیمان صلح خواهد داشت، اما اهل سنت رو میکشد، عرب رو میکشد، عرب چیکار، حتی شیعه هم که باشه عرب رو میکشد، یاران او همه باید عجم باشند، یاران او بایستی از یهود باشد. این روایت ها میخواد به ما بگه که حکومتی که برپا میکند بر اساس این روایت ها حکومت یهود هست، حکومت بنی صهیون هست، نه حکومت آل محمد. این کتاب جدید چیه؟ این دین جدید چیه؟ این قضای جدید چیه؟ چرا باعثی به حکم آل داوود در بین مردم بپردازد؟ مگه قرآن چی داشت کم داشته؟ اومده که دین پیامبر رو تجدید کنه یا بخواد میخواد دین رو کلن از بین میبرد؟ این روایت ها میگه که کلن این مهدی کاری به دین خدا نداره، کاری به قرآن نداره، قرآن رو کلن کنار میذاره، یه دین جدید میاره.
یعنی ادعای نبوت هست برای این فرد. بفرمایید آقا عباس. اون چی که بنا شده به عنوان یک سن فلسطین جدیدن، یعنی بله بفرمایید، توهم و خرافاتی که شاید از طرف پیرگاه‌های مختلف وارد شده و اسلام رو تحت تاثیر قرار داده، شاید حضرت عالی به عنوان جریان فکری که تشکیل می‌فرمایید به اهل سنت، بیشترش هم بر وفق نظرات حضرت عالی نباشه، یا حتی در میان شیعیانی که اینها تندروی می‌کنند. الان میشه دین جدید؟ این میشه دین جدید و کتاب جدید و قبا جدید و اینا میشه اینطوری؟ نه، این تعبیری است که شما میکنید، تعبیری است که قابل توجیه نیست. اصلا این روایت شما نمیتونید توجیهش کنید، میگید بله امکان داره در این مورد. آقا میگه دین جدیده، قضاء جدیده، کتاب جدید هست، حکم آل داوود هست، از کسی توبه نمیپذیرد، فقط میکشد. اصلا آقای حسینی بفرمایید. آقای حسینی بزرگ، قسمت اولش هم بحث تولد امام زمان رو شبهه فرمود، این رو هم اهل سنت قبول دارن؟ به هیچ عنوان اهل سنت قبول ندارن که کسی دنیا اومده باشه بعد از ترس جان فرار کرده باشه، خودش میترسیده فرار کرده، حالا شده اداره کننده جهان هستی. حالا شما مرتب میخونید که امام ظهور کن، خدایا اجازه بده تا ظهور کند. اهل سنت هیچ وقت این اعتقادو ندارن.